انا لله و انا الیه راجعون. خبر درگذشت خانم نیکبخت درد آورترین سرخطی زبان هاست. خانمی که در زنده بودنش 20 سال مرگ را با تمام وجودش تجربه کرد و بارها بارها مرگ را آرزو می کرد، اما قسمت او چنین شد که یک بار دیگر فقط دنیا را تماشا کند اما از آن لذت نبرد. به نام خداوندی یکتا و مهربان. چرا خانم نیکبخت فراموشی رسانه ها شد؟ شما در جریان بودید که خانم نیکبخت که 25 سال عمرش را در زندان خانگی برادرش سپری نموده بود و جوانیش را در یک اتاق تنگ و تاریک سپری نمود. برادر حق ندارد حق خواهرش را ضایع بکند و حاضر نشود تا حقوقی که و مسئولیتی که در برابر آن دارد اجرا بکند. زن بیچاره در اونجا استاد می شود. یا الله، من عاجز بودم، باید بپردازی. زمانی که خانم نیکبخت توسط امارات اسلامی افغانستان از زندان خانگی رها شد، این خبر سر زبان‌های رسانه‌ها شد، خصوصاً یوتیوبرها. اما چرا امروز فراموشی رسانه‌ها شد؟ در اسلام طور این قانون بررسی شده که هیچ فرد حق ندارد با حق دیگری تعرض بکند و یا حق دیگری را اهمال بکند، ضایع بکند، پایمال بکند به خاطری به دست آوردن حق خودش، در حالی که غافل از این که ما روزی در پیش داریم، روزی پیش رو داریم، اعتقاد و باورمان بر این هست که در آن روز الله تبارک و تعالی حق هر فردی از فرد دیگر میگیرد. از اونجایی که همه ما و شما معتقد بر این هستیم و باور داریم، بله، که یگانه دینی که حق هر کس را در یک قانون ترسیم کرده، در یک چوکات مشخص، دین اسلام هست، برای هر کسی حق و حقوق قائل شد و همه بشر را، بله، به هر کدام را نسبت با حقوق یک دیگری متعهد ساخته به اجرای حق یک دیگر. در اسلام هیچ کسی حق ندارد، بله، حق یک دیگر را پایمال بکند به خاطری حق خودش. بله، کاملا درست. پدر حق ندارد از صلاحیت پدریش استفاده بکند و حق فرزند را پایمال بکند به خاطر اینکه پدر هست. هرگز این حق را ندارد. مادر این حق را ندارد به خاطر اینکه مادر هست حقوق فرزند را نادیده بگیرد و حق فرزند را ضایع بکند به خاطر اینکه من مادر هستم. برادر حق ندارد حق خواهرش را ضایع بکند و حاضر نشود تا حقوقی که و مسئولیتی که در برابر آن دارد اجرا بکند. هیچ فردی از رئیس یک دولت گرفته تا پایین ترین فرد در همه ابعاد زندگی بشریت. متاسفانه در این اواخر رویدادهای رخ داد که خانم نیکبخت فراموشی رسانه ها شود. خصوصا زلزله هرات. زلزله هرات که جان 2400 تن یا بیشتر را گرفت، پیش از 2000 خانه را تخریب و دل میلیون ها انسان را داغدار نمود. در اسلام طور این قانون بررسی شده که هیچ فرد حق ندارد با حق دیگری تعرض بکند و یا حق دیگری را اهمال بکند، ضایع بکند، پایمال بکند به خاطری به دست آوردن حق خودش. و الا اگر کسی حق را ضایع کرد. امروز جوانان را میبینید که یک عده به خاطر مادر حق همسرشان را ضایع میکنند. یعنی اون حقوقی که الله برای همسر داده، انتخاب کرده، خدا و رسول دستور داده که تو در برابر همسرت باید با این حقوق متعهد باشی، بله جناب استاد، این حق را بپردازی. ولی یا از روی جهل، یا از روی عناد به سرکشی، یا از روی نادانی، یا از روی عشق و علاقه و محبتی که نسبت به مادرش دارد حق همسر را نادیده میگیرد. و عده دیگر امروز جوانان، دختران و برادران، خواهران و برادران ما به خاطری نادانی که دارند یا غرور و تکبر و خودنمایی که میکنند
یا از روی عشق و علاقه ای که نسبت به همسر خود دارن، چی مرد نسبت به همسرش، چی زن نسبت به شوهر، حق مادر و پدر را ضایع میکنن. در حالی که غافل از این که ما روزی رو در پیش داریم، روزی پیش رو داریم، اعتقاد و باورمون بر این هست که در اون روز الله تبارک و تعالی حق هر فردی از فرد دیگر میگیره. هیچ حقی بدون بازگشت نیست. باید بپردازی. سپاس از شما جناب استاد عبدالصمد قایزاده. دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه امروزی ما. تا یک برنامه دیگر، الله نگهدار. ما با شما ببینیم دوستان عزیز که ظالم و انسانی که ظلم میکند در روایت های متعدد مورد لعنت قرار گرفته. کسی که ظلم میکند، چون اون ظلم در حق خواهرش باشد که شخص به نام غلام سخی که در حق همشیریش جفا کرده، خیانت کرده، ظلم کرده، کار نارواه اونا درست را کرده که در حق جفایی کرده، یا یک شخص به حق همسایش ظلم میکنه، به حق برادر مسلمانش ظلم میکنه، به حق پدرش ظلم میکنه، به حق مادرش ظلم میکنه، به حق یک انسان من حیث مسلمان، یا به حق یک انسانیتی که حقش نیست که به حق آن ظلم بکند ظلم میکند، او مورد لعنت قرار گرفته. بانو نیکبخت، خواهر و همشیره ما و شما که ظلم و جفایی که در حقش صورت گرفته و عمل در حقش صورت گرفته، جفای در حقش صورت گرفته، که واقعا هر انسان و هر مسلمان بالاخیر ولو که غیر مسلمان باشد، زمانی که این حالت را میبیند واقعا که یک احساس بد و یک احساس ناراحت کننده برایش دست میدهد. و یکی ما با شما ببینیم که کسانی که ظلم میکنن، این سرچشمه میگیره که یکی از عللهای ظلم کردن که به حق دیگرها یک شخص ظلم میکنه و ظالم قرار میگیره، از ضعف و ایمان و باورهای دینی است. اگر یک نفر ایمانش قوی باشه، ایمان درست داشته باشه، با واقعیت به خدا و پیامبر و به روز رستاخیز ایمان داشته باشه، هرگز ظلم نمیکند، هرگز ظالم قرار نمیگیرد. اگر این شخص واقعا ایمان قوی می داشت، واقعا ایمان کامل می داشت، واقعا ایمان درست می داشت و باورمند به موضوعات دینیش می بود، این ظلم را به حق خواهرش نمی کرد. امروز این موضوع را ما شما می بینیم که یک نفر ظلم می کند. خیلی شاید که بسا افراد اشخاص باشند، خیلی کسایی باشند که ما با شما او را نمی دانیم، خبر نمیشیم، نمیدانیم که چه ظلم هایی در حق خانواده هایشان میکنن، در حق خانم هایشان میکنن، در حق برادرشان میکنن، در حق همسایهشان میکنن، در حق یک انسان در جامعه اسلامی ظلم میکنن. اونا بدانن که مورد لعنت الهی قرار میگیرن، مورد لعنت پیامبر قرار میگیرن، مورد لعنت ملائک قرار میگیرن. کسانی که ظالم میشن، به حد ظلم میکنن که اون ظلمشان خیلی عظیم است، ظلم خیلی ها بزرگ میکنند. دوستان عزیز من، دین اسلام از الف تا به یا دین صمیمیت هست، دین رحمت است، دین شفقت است، دین اخلاق است، دین انسانیت است، دین مهربانی است، دین همپذیری است، دین خدمت هست. نه این که به یک آلت که یک آلت را غلام سخی برادر بانو نیکبخت یک آلت را انجام میده، سرش ظلم را کرده که خدا شاهد است که انسانیت چی میده که حیوانت با او خجالت میکشه. یک حیوانی کارا نمیکنه.